سرخط خبرها. کشته شدن ده ها تن در یک مراسم عروسی و واکنش فامیل مارشال دوستم در مورد این جنایت و همچنان کشورهای جهان نیاز دارند که امارت اسلامی را بشناسند، اما چرا؟ و در ادامه گداییگری بی سابقه طالبان از آمریکایی‌ها برای آزادسازی پول افغان‌ها. سلام، به کانال ما خوش آمدید. طالبان تازه گفتند که از جهان می‌خواهیم پول‌های ما را آزاد کنند. سخنگوی وزارت مالیه میگوید که پول‌های مسدود شده متعلق به مردم افغانستان است. شما فقط پول خودمان را بدهید. توقیف این پول غیر اخلاقی و برخلاف تمام ارزش‌ها و قوانین بین‌المللی است. با گزارش سپوتنیک، به نقل از خبرگزاری روی ترس، میلیاردها دلار دارایی افغانستان در خارج از کشور نزد بانک مرکزی آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی در اروپا ذخیره هستند. اما از زمانی که نیروهای طالبان در ماه آگوست قدرت را گرفتند، این دارایی‌های افغانستان مسدود شدند. سخنگوی وزارت مالیه دولت طالبان گفت که این دولت به حقوق بشر از جمله آموزش زنان احترام می‌گذارد و او علاوه بر کمک بشردوستانه که به گفته او تنها التیامی جزئی را موجب می‌شوند، اعتبارات جدید را برای کشورش خواستار شد. تحت حاکمیت طالبان در سالهای 1996 تا 2001 زنان عمدتاً از اشتغال و حقوق و تحصیل محروم بودند و معمولاً هنگام خروج از خانه مجبور بودند صورت خود را پوشانیده و با یکی از بستگان مرد همراه شوند. احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارتخانه، بر رویترز گفت این پول متعلق به ملت افغانستان است. شما فقط پول خودمان را به ما بدهید. توقیف این پول غیر اخلاقی و برخلاف تمام ارزش‌ها و قوانین بین‌المللی است. دولت طالبان افغانستان همچنان که این کشور درگیر در خشکسالی و با بحران نقدینگی، قحطی گسترده و همچنان بحران جدید در زمینه مهاجرت مواجه است، در حال وارد کردن فشار برای بازسازی میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در خارج است. این درخواست‌ها برای کمک به افغانستان در حال بالا گرفته است که این کشورها با فروپاشی اقتصاد شکننده خود مواجه است. خروج نظامیان تحت رهبری آمریکا و بسیار از کمک کنندگان بین‌المللی از افغانستان، این کشور را بدون کمک‌های مالی که تامین کننده 3/4 بودجه عمومی آن بودند، رها کرد. گرچه قدرت‌های غربی می‌خواهند که از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کنند، اما از به رسمیت شناختن دولت طالبان خودداری کردند. حقمل گفت که افغانستان به زنان اجازه تحصیل اما در جای غیر از کلاس‌های درس مردان را می‌دهد. او گفت که حقوق بشر در افغانستان در چارچوب احکام اسلامی رعایت می‌شوند. شاه مهرابی، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان، بر رویترز گفت وضعیت ناامید کننده است و حجم پول نقد در حال تنزل است. در حال حاضر پول‌ها برای اداره افغانستان تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد، اما افغانستان به این پول دسترسی پیدا نکند، اروپا شدیدترین آسیب را متحمل خواهد شد. مهرابی امیدوار است با وجود مخالفت اخیر آمریکا با آزاد نکردن سهم عمده ذخایر حدود 9 میلیارد دلاری کشورهای اروپایی چنین کار را انجام دهند. او اظهار کرد که آلمان 500 میلیارد دلار از پول افغانستان را در اختیار دارد و این کشور و سایر کشورهای اروپایی باید این پولها را آزاد کنند. مهرابی گفت که افغانستان برای جلوگیری از بحران قریب الوقوع با ثبات نگه داشتن واحد پول و قیمتها ماهانه به 150 میلیون دلار نیاز دارد و افزود که یک حسابرس می تواند هر گونه نقل و انتقال را رصد کند. این عضو هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان تصریح کرد اگر این ذخایر مسدود باقی بمانند، وارد کنندگان افغان قادر به پرداخت هزینه محموله های خود نخواهند بود، بانک ها شروع به سقوط می کنند، مواد غذایی کمیاب می شوند و مغازه های خوراکی و بار فروشی خالی می شوند. و حالا می پردازیم به خبر تکان دهنده.
حمله طالبان بر یک مراسم عروسی در ننگرهار دو کشته بر جای گذاشته است. اصل موضوع از چی قرار است؟ گزارش ها حاکی است که نیروهای طالبان در ننگرهار بر یک مراسم عروسی و دلیل پخش موسیقی حمله کرده اند و در این حمله دست کم دو نفر کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان این حمله را به افراد مسلح ناشناس نسبت دادند. این رویداد شامگاه هفتم عقرب در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار رخ داده است. یکی از بزرگان محلی که نخواست نامش فاش شود، روز شنبه به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته است که در ابتدا طالبان بر روستایان اجازه پخش موسیقی داده بودند، اما بعدن تعداد از نیروهای آنها و مراسم حمله کردند و حداقل دو نفر را کشتند و ده نفر دیگر را مجروح کردند. با گفته یک منبع در شفاخانه جلال آباد حداقل دو کشته و شش زخمی به بخش عاجل منتقل شدند. حنیف ننگرهاری سخنگوی ولایتی طالبان وقوع این رویداد را تایید کرده، اما افراد مسلح ناشناس را مسئول این رویداد خواندند نه طالبان. طالبان به تازگی موسیقی را حرام اعلان کرده اند. آنها در دوران حکومت قبلی خود هم موسیقی را ممنوع کرده بودند. با تسلط دوباره طالبان بسیاری از نوازندگان و خوانندگان از کشور فرار کرده اند. این در حالی هست که راحل دوستم دختر مارشال عبدالرشید دوستم تازه گفته است کشته شدن 13 تن در ولایت ننگرهار از سوی طالبان با دلیل پخش موسیقی یک عمل غیر انسانی و مغایر با قانون اسلامی و حقوق بشری است. این اعمال جز جنایات بشری محسوب می گردد. از گروه طالبان می خواهم به این جنایت خود پایان بدهند. و در پایان ذبیح‌الله مجاهد تازه گفته است که کشورهای جهان نیاز دارند که امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند. در حالی که تا کنون هیچ کشور حاکمیت طالبان را به رسمیت نشناخته است، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی میگوید تنها افغانستان به شناسایی بین‌المللی نیاز ندارد، بلکه کشورهای جهان نیز نیاز دارند دولت طالبان را به رسمیت بشناسند. او این مطلب را امروز نشر کرد و گفت که طالبان شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است و هیچ کسی حق ندارد در امور داخلی افغانستان مداخله کند. تشکیل دولت فراگیر یکی از شرطهای کشورها برای شناسایی امارات اسلامی است، اما مقامهای طالبان این موضوع را مسئله داخلی می‌دانند و می‌گویند نباید کشورها در مورد آن اظهار نظر کنند. این در حالی است که کشورهای منطقه و شماری از کشورهای جهان دو نشست اخیر در مسکو تهران را تأکید کرده‌اند که تنها راه حل بحران افغانستان ایجاد دولت فراگیر است. مجاهد در بخش از اظهارات امروز خود گفت که طالبان به آمریکا گفتند که سفارتش را در افغانستان بازگشایی کنند، اما به هیچ کس اجازه ساخت پایگاه نظامی را داده نمی‌تواند. او همچنین افزود که مقام‌های آمریکایی گشایش دفتر جبهه مقاومت را در آمریکا تکذیب کردند. مجاهد در نشست امروز گفتگو با ایران درباره حق آب هلمند را رد کرد. با تازگی مقام‌های ایران گفتند که طالبان در مذاکرات پنهانی گفتند که با معاهده حق آب هلمند پایبند می‌مانند.